رو هم دیگه 850 کیلو هستیم، ولی نمیتونیم 4 دقیقه بدون دوام رفه به هم دیگه صحبت کنیم. دیگه تو خب باید بدونی 1000 بار قورش تو داخل پانتومیم در آوردم. آقا تو پانتومیم جلو من ادعا نکن که من خودم توی رشته. یکم آمیتر بازی کنی، پسر شیرین خانم خواب میپره. سلمان گفته کریم بچه منه؟ اسمو دختر من میذاری؟ آقا نوری ببخشید، اشتباه کردم. آقا تو چهر نگه هستی؟ توفنگ آبا اجدادیش قورچه داره اردی. این قبلا شکسته بوده، نگاه کن اثر چسبداری هنوز روش مشاهده میشه. آقایان طوفان داره سنگین میشه، حلاله که دامو چادره با هم بلند میشه. خلابه بگیر سلو خلابه بگیر بکش. آقا نوری خارزادم از سر جاده بالا زنگ زد، گفت مسئولین تا یه ساعت دیگه میرسن اونجا. پدر بزرگم هستن میرزا آقا خان براتلی. ایشون الان چه کمکی میتونه به من بکنه؟ خب ایشون قطعا هیچ کمکی به شما نمیتونه بکنه. اما من میتونم. شما باید فقط حواستون باشه در انتخابات شورایاری از نوه وزیر جوان حمایت بکنی. من قول میدم تهدید زلزله رو تبدیل به فرصت بکنم. ما اینجا داریم ذره ذره آب میشیم، وقت اومدی برای خود رجم بکنی. من میگم برای اینکه امید این رو ناامید نکنیم تو این سرما و بدبختی وضعیت، باید دست جمعی واقعیت نگیم. مطالب تاره دروغ نگفتم. یه دفعه اولش احمد گفتش که آقا ما به همه شما یکی یه خانه میدیم. بعدش گفت اگر شما مثلا 4-5 ماه مثلا طاقت بیارید تحمل بکنید یه سری واحد مدرن دارین. گفت افرادی که از این خونه ها بگیرن یه ماشین 5 دندن بهشون میدیم. بیا جلو نوری، آرام بیا جلو. کیوان ادیسکن میدانی نوری مجبور توفنگ آبا و اجدادیمه، شوخی بردارم نیست، برباه با من باد از زمین برد. عرم مخوزین وسط مرسم بلال خوری و خدای خودش شکست. برو عقب نوری، از کاری که میخوام بکنم
راضی نیستن. اما چاره چیه؟ یا باید تو بزنم یا خودم باید بزنم. ابو کوزی من اگه خدا زده دیگه امروز یه سکته ریزی نزنم مطمئن باش تو روز دیگه صدی به نوه دو سه تا سکته ریز میزن و در به داغون رو نبود میشه. میخوای خودت بکشی؟ نه با تو بزنم نوری. اوه امو کوزی بچه ما چه اینجا وایسادی؟ نه بدن موزی داره والله نوری تا بولد. چیکار کرد؟ فریبوز امو یا مقلب القلوب و الانفال. آی گله مونده تو دستم. آی بابا گله مانده کدامه؟ تو اینا بگی من چه بگم؟ 20 تا گلوله توی ران مانده برو خودم هم نمیارم. به چال خود جرند ما گلم کنالا آن رو بار رد بشم. این با یه چسب زرد درست میشه. چیزی نیست ایشالله زودتر خوب میشی. درد آی درد نه بابا اون دیگه این چیز نمیشه. درد دارم درد دارم سرگه بگی این بر بیا 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 درد بشو بیا 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 خانم و آقایان زلزله زده حریم رودخانه برای چی تجمع کردید؟ متفرق بشید. سری متفرق بشید. بچه مردم تیر خورده زخمی شده. تو چه کاره میگی متفرق شید؟ راست میگه. من چه کارم؟ الان خدمت درج میکنم. بله بله. انجام شد. من خلیل خانزاده هستم. نماینده رسمی کانکس های حاشیه رودخانه. برای زلزله زده ها عنایت بفرمایید. راست میگه مبارکه. نمیخوام چی آقا جان بیا جلو دیگه. چهار سبا دیگه تقفیره هم میگیرید بدبختی. نام افشین ملکی چیتا بود مزر برو برید ما هم بریم بیا حرکت. تا نیم ساعت بعدش هم اصلا حدسه نمکنی ها. بیا نفر بعد آقا. نام آقایان دوستان عزیزان برادر و خواهرای گرامی لطفاً اگر کارت ملی دارید بگیرید دستتان نه دیجا بگردید دنبالش وقت همه هم بگیرید لازم مدیریت و معاونان محترمش پیشا پیش صمیمانه بابت همکاریدان سپاسگزاری میکنن و هیچ مسئولیتی در قبال اشیاء قیمتی گران قیمت گم شده دان نمیپذیره. خلاص بفرمایید. اینم مال من و زن و بچه و اهل و عیال. بله چند تا بچه داری؟ 15 تا. 15 تا دروغ میگه آقا. 11 تا. چند تا سرزا رفت؟ کم برای اونا هزینه نکردم آقا. و سرزا دیگه اسپری نمیکنیم به زنجیر خاک دیگه. بیا یکی یکی بیان جلو ببینن. سلام. معاونت محترم مدیریت جدید باهاتون صحبت میکنه. لطفاً از دادن اطلاعات غلط به میز آمارگیری خودداری فرمایید. کسانی که اطلاعات غلط بدن به هیچ عنوان از ورودشون به کم جلوگیری به هیچ عنوان یعنی ورودشون به کم این افراد به هیچ عنوان جلوگیری خواهد شد. اون به هیچ عنوانشی نگی درست میشه. بگو از ورود آنها به کم جلوگیری خواهد شد. ایستواد کیف مسئولیت به همین به هیچ عنوانشه. آقا نسان دستان و اسم داد تو حلق مردم خواهر بیچاره من همینجوری لال کردی. ابو کاووس
این گیاهیه، من خودم از این استفاده کردم، معجزه میکنه. من جفت سوراخ بینیم گرفته بود، الان آقا جفت آزاد شد. آقایان، عزیزان، خانم آقایان، این اسپری به این راحتی ها گیر نمیاد. من کلی پارتی بازی کردم تا تانستم گیرش بیارم. داخل قیداری اقدر به این مسئولین و مدیران چشمک زدم که داشت سوء تفاهم پیش می آمد. بفرما، نفر بسید. ناخواست سفیدی. بودو براخواست سفیدی. خودم هم ادریس سفیدی. ادریس بفرما، بفرما. بیا نفر، همون کاموس بیا جلو. دست شما درد نکنه، ولی برای بابام لازم نداری. ام نداری، من اسپری میزنی؟ من اسپری بزن. شما اسپری بزن. هری هری. بفرما. سلام علیکم. سلام علیکم. شما موقع اسپری بزنی؟ خیلی خوب، نام؟ مرحوم علی اصغر گرمسیری. چی بحمده گفتم؟ شوخی داریم با هم؟ میگم نامده بگو. اما مرد از این چی سوالیه میپرسی؟ تو نام من نمیدونی؟ من در مقام مسئولیت اسم پدرم هم نمیدانم. آفرین. نامده بگو. نورالدین خانزاده. نورالدین خانزاده، ملقب؟ ملقب خاصی ندارم، ولی مثلا در جوانی به هم میگفتم پنجه تله. چی؟ پنجه تله، چون تخمه های خیلی درشت و خوبی پرورش میدادم به میگفتم پنجه تله. تو لقب خاصی نداری؟ بله. والا تو زندان تا اسم نونخه میومد همه موش میشدن میرفتن تو سوراخاشون. آخر عاقبت کار ما باش، یارو از کم مدد شده رئیس، اونم شده معاونش، ببین چه به سر ما داره میاد. زندان جای بدیه؟ همون هفت تیر کشی یک ساعت قبلت میدونی چقدر حبس داره؟ آقایان آقایان، شما رو به خدا کافیه دیگه، بس دیگه ای میزنی تو سر کله هم دیگه. بچه ها دارن نگاه میکنن، الگو میگیرن. اه آقا رفقا یه لحظه. نه که آقا نمیشه. نه یه دقیقه میخوام حرف بزنم. آقا جو مال بیت الماله. نمیشه رفقا، یه دقیقه توجه بفرمایید. به نام خدا، درسته که این دوستان روش مناسبی برای نماینده شدن استفاده نکردن، ولی هر چی باشه ما از پوست و خون هم دیگه هستیم. این خلیل درسته مثلا یه کاری میکنه سعی منو به تیر میزنه، ولی تهش همین خلیل با من قد کشیده. من و این با هم دیگه توی همین زمین ها با هم دیگه میدویدیم، از سر نهر میجهیدیم، نرم و نازک، چست و چابک. آقا این حرفا چیزه؟ مگه نماینده شدن به نرم و نازک بودنه؟ یعنی کسی که میخواد نماینده بشه نباید نیازهای جامعه خودشه بشناسه؟ الان شناخت نیازهای جامعه تبدیل به یه علم شده. آقایان، عزیزای من، خانوما، آقایان محترم زلزله زده، بنده و معاونان محترمم با اشراف کامل به مسائل اجتماعی و اقتصادی وارد میدان شدی. تو به امور اقتصادی واردی؟ بله. اگر راست میگی بگو ببینم فایناس یعنی چه؟ بله چیه؟ فایناس یا فایناکس؟ این دوتا خیلی متفاوت است. فایناس. راست میگه، فایناس خیلی هم ساده است. آه. اصلا همون فایناکس که تو میگی، اینو میدونی یعنی چی؟ نمیدونم والا. نمیدونی؟ نه. واقعا جای تاسف داره ها. الان یه بچه میدونه فایناس یعنی چی؟ چرا جفت‌سازی میکنی؟ کدوم بچه میدونه فایناس چیه؟ بچه من جابر، بیا عزیزم، بیا بیا به عمو بگو معنی فایناس میشه چه؟ یعنی تعیین منابع مالی طرح تولیدی. آی بریکلا، تازه امروز هم تولدشه، این کلاها با شانه تخم مرغ براش درست کرده. جابر جان، یک کادو خوشگلی هم پیش همون خلیلت داری. نمیخوا کادو بدی، بهترین کادو تو برای آینده این بچه اینه که گرو دانه گم بکنین ای آبادی بریم بیرون. اولا درست صحبت بکنید همون کابوس، بعدش هم بنده و معاونان محترم هم هرگز قصد استفا نداریم. حسن قربون کلامه معیار، تو بیا این وقت خود قاطی سیاست نکن. نمیام، من تمام عمرم سمت قدرت وایستادم. نمیای؟ ات پف ورود بیاد برای آخری که آوردی. آقا پف نکو، الان اسپری جدی همه جهرام کردی. نمیای مهیار؟ طرف قدرتی؟ پس همونجا وایسا، ایور نمیای یادیه. دیدی بابا کیو؟ روژان کجا میری روژان؟ خیلی دور نشی ها، از دایره دید من خارج نشو. دوستان عزیزان، برادرها و خواهرای گرامی، اصلا نگران نباشی، بنده و معاونان عزیزم از همین امروز تمام تلاش خودمانه برای عبور از شرایط بحرانی انجام میدیم. پس بنابراین زنده باد تلاش، زنده باد پاییز،
زنده باد تلاش، زنده باد پاییز. کیوان آقا نوره، آقا نوره نموله جانتان حالی اختی در مریض لیبنه خوشیم یه ایچه ای او قرنه سنجلی پدر نرید احتمال بوبوگو هم فلانجا خوکی از تخفی نمیگیری بابا احیار کرده بیچه برم کرده ای آقا نوری ای آقا نوری همش بچه به چشمش کلن قرمزه بدنش میلرزه اینجا چه خبره؟ بگه اینقدر بیقراری نکنم من حالم خوبه دیگه گاوه سلمان مریض شده همه نگران یه وقت از دست نره گاوه سلمان؟ آره من گوله خوردم نگران گاوه سلمانم شما که گوله خوردی؟ شما گوله بغل دستت رد شده بعدش هم ما الان قشنگ بستیمش با پارچه تمیز چقدرم با سلیقه بستی؟ بس شما درد نکنه من اینا همینجور رو بازوم نگهش میدارم خیلی برام ارزشمنده ارزشمنده چیزه ای بانداج زخمه باید عوضش بکنیم دو روز یه بار باید عوض بشه نمیشه نگهش داریم شیرین خانم من کلام خرابتر از این حرف هست اینو من همینجور نگهش میدارم خب نیادار زخمت چک میکنه قشنگ عفونت بدنت میگیره میگندی همین وسط مگه سورت جمع میشه بیا عزیزی بخور خون از دست دادی برات این آبه و چیه؟ آبه و زرش پلو، آبه و قنده دیه فقط قند؟ ببخشید دیه، اصار آلوورا میخواستی واسطه ای بیابان؟ بخور میخوای راه زیادی را رانندگی بکنی قندت میفته من دیگه نمیخوام رانندگی کنم ای آقا فریبرز شما 10 دقیقه نبود رسیده بودی گفتی میخوام برگردم تهران الان پشیمان شدی؟ خب اون موقع بله ولی الان دیگه گله خوردم نیاز به مراقبت دارم باید استراحت کنم دیگه میخوای بگم شیرین تا تهران برات رانندگی بکنه بعد خودش با اتوبوس برگرده بیاد نه 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 خواهش میکنم که یه شخص سوم هم باشه الان خوبیت ندارم و دوتایی با شیرین خانم باشه شما واقعا اینقدر ساده یا داری مسخره بازی در میاری من دیگه میل ندارم خب حیف بقیهش ببر بده سلمان بخوره بیچاره گاوش مریض گناه داره نه 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 سلمان نه بده خودم چیزی نشد الان جانت از دست بره چیزی نشد تمام سلمان بول بده بول بده آوه یواش اما ماشینه بذاره دو پول بده روشن کن بالاخره باید بره تو یا نه آخه اینجوری نمیشه نه اصرار زیاد نکنی بذار فریبش بده آوه کیوان اینجوری به این حرفه میخوای اینه ببری بالا آقا ما کار خود ما خوب بلدم معیار که بچه بود من هر روز با همین روش میبردمش مدرسه آره راست میگه آقا به فرض که سوارش کردیم کجا بواریمش پای وز راه و جاده به فرض که راه و جاده هم ردیف باشه دامپزشک درست حسابی الان الان کجا گیر بیاریم آفرین خب راست میگه دکتر اومده بود اون سر شیلان نوری بی عقلی کشت مارش بر نداشت منظور هم مگم بی تجربه گیه نه منظور هم بی عقلیه دیگه هم مگم منظور واقعی شده همون خاوز از اون اسپری دو تا فسفس میکردی تو دهنت دیگه آخه با این واسه 2 دقیقه دیگه اصلا میپاشی تو از هم بپاشم درب و داغان بشم ویران بشم چرخم بکنم هوان کتم بکنم اشتباه کنم امکان نداره هم کاری کرده باشم با این حال و روزی که از این حیبون میبینم خلاصش کنیم بره بمیره گوشتش قابل استفاده نیست آقا این اگه مریض باشه اصلا گوشتش قابل خوردن نیست اینو باید بندازیم تو یک چایی که بیماریش پخش نشه اینو من نمیگم ها سازمان بهداشت جهانی میگه آلفرد زیگلر تو رو خدا تو رو خدا یه کاری برای این گاو من بکنه گریه نکن بابا اگه خوب میشه پدرم هر وقت این گاو اینطوری میشد یه نوشابه گاز در پیش میداد میگفت این گازش که ورش رو درست میکنه همه چیز کنه وای وای ندارم نوشابه زرد یا مشکی نوشابه فقط مشکی نوشابه زرد خیانتی بود که غربی‌ها در حق کشور جان سوم کردن بابا این گاو سردشه چرا نمیفهمین؟ عموی خدا بیامرز من همیشه میگفت هر وقت به یه گاو گفتین بیا نیامد بدانین که سردشه احسنت پژمان کتتو در رو بنداز روش هر کی کت داره در رو بنداز روش در روی ملازم میفرمایید؟ والا من کتمو نمیدم من الانشم دارم مثل گنجشک میلرزم گرسنگی کم بود سرماخوردگی مشمشه
آنفلانزا هم اضافه شد. بابا یه پتوی بیاریم بنازین روش. آقا پتو متو یکی دو تا اینجا مال خود گواز، اونا میندازیم. رو کت منم حساب کنیم. ای بابا با دو تا کت و پتو که این حیوان گرمش نمیشه، اینجوری همین تلف میشه هم ما. خب الان چیکار کنیم؟ ما کارو که ما همین دستمیه. خوب فکر بکنه، شاید یه کارهای دیگه از دستتان بر بیاد. خب نمیدونم، میخواین منو یکی دو نفر دیگه بریم سر جاده، شاید نوشابه و پتوی نپیدا کردیم آوردیم. جدی میگی؟ والله جانتم واویلا. چرا داد دل موسیقی از واویلا میچرخه؟ چرا داد دل موسیقی؟ روژان، روژان، روژان سلام. من اینجا مراقبم کسی وقت مزاحم مطالعت نشه. مطالعه تو اینجا دو دقیقه هم نمیتونی منو به حال خودم بذاری؟ تو چرا من هر کاری میکنم ناراحت میشی؟ خواستگاری سوری میرم ناراحت میشی، معاون کمپ شدم ناراحت میشی، از این اون پول لستی میگیرم ناراحت میشی. ببخشید، از این به بعد هر کی آمد بشم گفت شوهرت 3000 تومان از ما قرض کرده پس نداده، اینجور دستم میبرم بالا میگم خدایا شکرت برای این شوهر، برای این مرد زندگی. روژان تو ذهنت درگیر مسائل بخش اقتصادی خانواده نکن. تو میدونی چند وقت به من محبت نکردی؟ تو میدونی چند وقت به من نخندیدی؟ به انتظار داری خواستنی باشی؟ تو باید همسرتو ناز پرورده کنی. چه بکنم؟ ناز پرورده. اینای تو خواستگاری سوریا یادت دادن ها؟ به خدا برای امرار معاش زندگی اون کارو میکردن. تو نمیخوای این قضیه رو فراموش کنی؟ نه فراموش نکردم، فراموشم نمکنم. به خدا اگه بخوای میتونی فراموش کنی. روژان کاش ما بچه داشتیم. روژان بیا بچه داشتی، تو یه بچه بنداز بغل من، به خدا من دهنم بسته میشه، خودت هم میری به زندگیت میرسی. ببین روژان من اصلا اصرار ندارم ها، اصلا. بچه میخوای؟ تو هم میخوای؟ من 10 برابر تو بچه میخوام. 10 برابر تو بچه دوست دارم، ولی وقتی بتانم به باباش اعتماد بکنم، وقتی بفهمم خانواده بری باباش مهمه. روژا من با چی کار میکردم که نکردم؟ ایرادت اینه که هیچ کاری نمکنی. من اینجا ول کردی به امان خدا، پدرمان داره از سرما و گرسنگی و بلا تکلیفی در میاد، چه کار کردی از این وضعیت خلاص شی؟ من خیلی کار کردم روژان. خب یکیشو بگو. کاری که کردم تو زدن چادر کمک کردم، رفتم روستا بالای آب آوردم. میدونی بچه امون خلیل چند بار روم پاهای خودم خوابوندم؟ نمیبینی اینا رو دیگه؟ مهیار من دیشب از سرما تا صبح نخوابیدم، به خدا استخوانام داره درد میکنه. نگاه نکن خم به ابرو نمیارم، خنده رو لبمه، دلم خونه برای این وضعیت ما، دلم برای این مردم خونه. الهی براتون بمیرم. خدا نکنه، ولی مردت به درد منو مخوره. یه کاری بکن، حداقل چه میدانم وانمود که داری یه کاری میکنی. من تلاشای خودم رو دارم میکنم. باش پس بچه دار شدنم میذاریم برای وقتی که بابا مهیار یه عرضه ای از خودش نشان بده. ببین دختر خوب، من اراده کنم یه هفته ای توی بیابون برج میسازم. شما زحمت نکش، یه ذره از او آقا فریبرز یاد بگیر. ماشینش پر نان کرده، از او سر دنیا آمده اینجا به شما نان داده. عرضه به این میگن. روژان تو الان منو داری با اون فریبرز بیرخ مقایسه میکنی؟ من اراده کنم امروز اینجا به همه کباب آهو میدم. خاله روژان، خاله روژان گیان، خاله شیرین بیه بیان برم کادو تولد درست کنیم. قربان تو و او تولدت برم عزیزم، چرا نمیام؟ جدی پرسیدم ها، پشت این تپا تک و توک آهو میاد میره، یه کبابخوری را میندازم تا همه متوجه بشن با عرضه ترین آدم این ولایت کیه. آفرین آقا مهیار، آفرین،
خجالت بکش. او آهوها حفاظت شدن، به جای که مراقبشان باشی کسی شکارشان نکنه میخوای خودت بکشیشان. بدو بریم، بدو بریم عزیزم. عجب لعبتی. اگه این آوه رو من بتونم بگیرم و زندگیم از این رو به اون رو میشه. فعلا داره برای خودش میچره. بذار خوب که سیر شد سنگین میشه میگیریمش. آقا چجوری بگیریمش؟ دیگه تفنگ عمو کابوس هم که نداری. میخوای دل روژانو به دست بیاری؟ آره آره، همش بهم میگه تو بیورزه. من بهش قول دادم کل جمع و کباب و آهو بدم، برای همین الان گرفتن آهو برام خیلی حیثیتیه دایی. عاشقش یاره؟ بد. من هم یه بار عاشق شدم. نه بابا، ولی خیلی زود به خودم اومدم قیدشو زدم. آخه حتی به نفع رقیبتون که پسری فقیر اما صادق بود کنار کشیدنشون. خیلی مردی خدایی. چه چرت و پرت داری میگی؟ اینا نبود اصلا، فکر کنم تفاهم نداشتیم. میگفت قبل از یک شب باید خونه باشی، 12:30 دیرتر هم از خواب بیدار بشی صبحونه خبری نیست. آدم تا این حد خودخواه لیاقتتو نداشت. آقا ببین عمر چجوری بگیرم؟ نقشتو چیه الان؟ نقشه ببین خوب گوش کن چی بهت میگم. من صدای حیوانا رو راحت در میارم. خودتون؟ آره. تو میری پشت اون درخته. من صدای مرد آهو رو در میارم. خودتون؟ بله. بعد بگو چی میشه؟ چی میشه؟ نره جذب صدای میشه. آروم میاد طرف صدا، یعنی طرف من. از تو که رد شد چارچنگولی میپری پشتش میگیریش. خب بعد این خطرناک گازم میگیره دایی. چه خطری داره؟ من جوری صدای ماده آهو رو در میارم که اون گیج میشه، اصلا نمیفهمه اطرافش چی گذشته. برو سر اینجا گازم نگیره. برو بینم. مطمئنی این صدای آهو ماده است؟ آره بابا خودشه، کارتو بخواه. اصلا بهش نمیاد خدایی. بوتو یک گراز داره میاد سمت ما. مطمئنی این صدای آهو ماده است؟ آره بابا همینه. بوتو آقا گراز نره داره میاد سمت ما. نره چی کار کنی؟ عجیبه. نره صدای نه؟ صدای ما داغور بنده. ببین اشتباه شده، این صدای گراز ماده است. چیکار کنیم الان؟ فرار برای بقا. گاز نده میخوام حرف بزنم. خب پام از رو پدال گاز بردارم خاموش میشه این. خب باشه آرام تر. باشه. آقایون خانوما. عمه جان. ها؟ عمو ایدی شمایی؟ آقایون کجا رفتن؟ از سرما چپیدن زیر چادر. خیلی خوب، امید دیدار دوباره ما دیگه داریم میریم. کجا میریم؟ میزنیم به دل جاده. انشالله با دست پر برای نجات جان جاناتان عزیز برمیگردیم. تو برای چه میری؟ ادیس عزیز، من از او دست مسئولایی نیستم که خودشان میشینن پشت میز بقیه میفرستن جلو. به این جور مسئولا میگن مسئولای عملیاتی، یعنی مسئولانی که در میدان عمل در مسیر خدمت به مردم جانشان از دست میدن. با
اولویت مادر نداره. خدا الان بچه بابا چیزی نمیشه، نگران نباش. الان اولویت برای ما پیدا کردن نوشابه برای جانتن عزیزه. چون پرسیدم گفتم بهترین چیز برای این حیوان همون نوشابه است. آقا اگه کسی چیز دیگه لازم داشت خبر بده به من. آقا اگه چیزی لازم داشتید عدد دو به شماره من اس ام اس کنید. و اسپریس هم خودی که داره این از اون بزنید. های های اگه میخواستم به همه بگم که در گوشت رو نمیگفتم نوری، من به هیچ عنوان اسپری خلیل استفاده نمیکنم که نما گفته باش نمیری هم بده نمیدم بزن. آقایان و خانما هر خوبی و بدی هم آدیدین حلال بکنید، همه تانه به خدا سپردم. بریده جمع با بریم و سوال نجم بکن بیا بریم. کجا بریم؟ جاناتان مریضه. میریم خانه شما که تیران زبدری براتون زدم، ضد زلزله است. آقایان خانما هر کی دیارم یاد قدمش رو چشمم، از نظر من دیگه اینجا ماندن منتفیه. بابا که و محض رضای خدا به من نگفتن که رفتن به اونجا خطرناکه. خود من همینجوری بدبختی زیاد داریم دیگه، بهش اضافه نکن. سلمان تو دیگه برای چه؟ مردم به خاطر گاو و کدنشان از بیر آوردن، او وقت تو ول میکنی میری؟ جانتن من اتفاقا برای همین جانتن دارم میرم، اینجا بمونه تلف میشه، باید یه جای امن براش پیدا کنم. بازی شروع کرد. خوبه والا، آخر زمان شده، زنا با همه بدبختی و نداری ها دارن میسوزن و میسازن، وقت مردم ها تو این موقعیت دارن فرار میکنن. فراری در کار نیست عروس گلم، آغوش من همیشه برای مردن باز بوده، منتها مردن تو خانه خود من به مردن توی این سرما و گرسنگی و بدبختی ترجیح میدم. با بیایید بریم دیگه، این الان خاموش میشه. من اینکه جان رو به خطر انداختم، رفتم تو بقالی که سقفش آمده بود پایین، برای شما پنیر و چای و نبات آوردم. آره همه اینا هیچ، فدای سرتان. یکی که خط قرمز منه. بریده بیا بریم. یاده دار نره، اگه چیزی نیاز داشتی شما یه دو اسمس کنی. آبا ببندره. نمیای؟ به خدا میخوام بیام ولی جاناتان چی میشه؟ زبون بسته مریضه، نمیتونم تنهاش بذارم. حیف از عمر و جوانی و جذابیت و خوشگلیم که به پای تو ریختم فریده. خداحافظ. خداحافظ. جاناتان یه جای امن برات پیدا میکنم، قول بهت میدم. جاناتان من برمیگردم و امید دیدم. مراقبش باشین. چه صدای قشنگی داره. بله. استعداد خوبی داره اگر راه نکنه. استعداد داره؟ آره آره. همایونه. جدی میگی؟ بله. گفتم چقدر صدای خاص و قشنگی داره. به 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 به. کدام همایون؟ اونوری از شما بعیدا، هماین شجریانه دیگه. آه بری کلا بابه، یعنی اینقدر بزرگ شده من نمیدونستم. هیچ به هر کدو بودی گوش میدیم و اصلا زیرک و اینا خیلی اینا را. البته من زیاد تو زمینه موسیقی مسلط نیستم، ولی خلیل زران بخوتبر خیلی مسلطه، قشن عشنایی داره. بله بابه، حتی در دوران جوانیش یک کتابی هم نوشته شعر نو، اسمش هم بود چیز حجم رنگی. اصلا بهشون نمیاد. گوش کن، صدای نمزده قرقاول غمزده را میشنوی؟ برکه باریک تاریک است. به به، در این دنیای پر دروغ حیران یه امشب آدم باش، بوغ نزن حیوان. به به احسن. آخرین مال همین مجموعه آخر حجم رنگارنگه؟ نه اونه که رنگش عوض کردم حجم صورتی شده، اینه همین اواخر داخل آسایشگاه گفتم.
داشتن معلوم به اونجا گفتی. من نمیدونستم بیداری، فکر کردم خوابی که اینجوری ازت تعریف کردم. ای نوردین جان، واقعا مسئولیت چیز عجیبیه. وقتی حکم گرفتم دیگه پلک رو پلک نمیتونم بذارم. خب مدذبی تو همین امروز حکم ده گرفتی، بذار شب بشه اون موقع بگو پلک رو هم نذاشتم. نوردین جان، خوابم چیز عجیبی. بله بله، دیشب خواب دیدم اسباب اساسی هم از زیر آوار کشیدم بیرون، بار یه خاوری کردم رفتم کانادا، داخل یه خانه بزرگ درندشت خدم و عشم. دست صبح بیدار شدم این حکم بشم دادن، خیلی تعجب کردم. حالا نمیدانم تعبیرش چیه. نه بس کنید این صحبت های بی حاصل، الان بگید من نوشابه از کجایی بیارم وسط این گیم افترانز. برو جلوتر، صدم جلوتر دوتا فری رد کردی به پیش سمت راست. ای باری کلا ممنون از راهنمایی. اون بنده خدا پشک همون با پس لرزی اول مغازش به فنه رفت. خب پس الان کجا بریم؟ هیچی دیگه کجا داریم بریم، جایی نی، برگردیم کم. برگردیم کم چی بگی بخه؟ شما نمیخوا حرف بزنید، من خودم رئیسشانم باشان حرف میزنم. میگم خانوما آقایان، درسته که چیزی نیست ولی ما که هستیم. چرا پرید وسط جاده این؟ وحنت بابا سلام علیکم. سلام علیکم، ببخشید شما از مسئولین هستین؟ بله بله، چه خوب شناختی مرد حسابی. یه همی پری وسط جاده، نمیگی به ترمز این ماشین اعتمادی نیست؟ اگه وای نستده بود که مرده بودی. باشه آرامتر، وقتی با منی با نهادهای مردمی آرام صحبت کن، چشم من میبینه. بابا کدوم نهاد مردمی؟ یه نفر آدم بود داشت تلف میشد. خب بابا گن ارم باش. ببخشید یه ها دیدم تنهال شدم. این بزغله رو برای مسئولین آوردن، از این اذیت داشتیم، زلزله آمد همشان مردن. شما از مسئولین هستین؟ آره عزیزم، بیا بدهش به من. نه بابا چیا بده به من؟ یعنی شما تو این مدت اصلا سخت رو سرتن نبوده؟ به هر حال به همه یکی دو تا چادر دادن نه دادن؟ یکی دو نوبت چادر آوردن ولی به من نرسید. خدا به دوست و آشنا خیر و برکت بده، نذاشتن شب ها بیرون بمانی. خب خودش اون ماشین مال شماست؟ قابل شما رو نداره، بطری نداره، راه نمیره. یه بغالی کوچیک داشتیم، زلزله آمد سر من خراب شد، جنسایی که سالم مونده بود و گذاشتیم عقب ماشین بفروشیم. نوشابه هم داری؟ نوشابه هم داریم ولی تگری نیست. همینجوری خودش میذاره سر رای من. بیا بزغاله بده من. نه بزغاله بده من چه بابا گلیم نوشم بهش نورده خوب عزیزم وایسا نمیشه که. کیوان بیا بابا چایی نمخوایم، بیا این تلویزیون روشن کن یه دوتا فیلم درست حسابی ببینیم بعد مدت ها. آمدم بابا آمدم، ببخشی معطل شدیم. بیا این چایی بگیر برو بنیش روشنش بکنم برات. برو برو دست در نکنم. لعنتی پس لرزه همه چیز ریخته به هم. دو ساعت گشتم تا قندانه پیدا کنم. بفرما 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 دست در نکنم. این چایه خوردن داره والله. چایه باید تک بزنی پشتی زیر تیراهن زبدری بخوری و لذت ببری. بله آب نبات هم داشتم ولی هرچی گشتم نتونستم پیدا بکنم. چیز عجیبیه این پس لرزه، همه چیز زده به هم. چایه برده تو سطل برنج، دندونه مصنوعی مادر خانم خدا بیامرز هم انداخته تو قندان. نه نه اوسا غلام، قندان شستم، نگران نباش. میگم ابو کیوان این پشتیت خیلی راحته، کاش میبردیم برای اونایی که تو چادرن. آقا چیزی مانده توی خانه که نبرده باشین تو چادر؟ شما کافی اتاق فرش میبینین؟ دو ساعت من گشتم تا تونستم چهار تا استکان پیدا بکنم. هر چی لباس داشتم فریده برده اونجا بعضو بخشش کرده. آخ فریده، آخ فریده، دلم شکان بی فریده جان. آقا کیوان بدت نیاد، شما دو تا از روز اولم به درد هم نمیخوردین. یادت مادرم چنی اصرار میکرد بری دختر آقا اشراقیه بگیری، گوش نکردی. دختر آقا اشراقیه به این نمیدادن که. چرا نمیدادن؟ خواهرم با شهو خیلی زیبا بود. مگه من کم زیبام؟ شما یه نگاه به من بندازین، توی سن و سال این موهای جوگندمی لخته کی داره؟ نگاه یه بار دیگه. دو سه سال پیش که همسن تو بودم. همسن من؟ آره میرفتم دم مدرسه دخترانه دنبال خواهرم. یه روز مدیرشان آمد گفت آقا کیوان
میخوام یه چیزی بگم. گفتم خواهش میکنم بفرما. گفت فردا که میای یه کلا بکش سرت. گفتم بری چه؟ نه از لرزه چیزی نیست. دای دانه بخوریم. پیراهن زبدری زدم اجاش تکان نمخورم. و مهندس این زبدریه برای او ادریس بدبختم میزدی که اوجوری خانهش نرو من رو سرش. راست میگه آقا. بین خودمان باشه، برای خانه ادریس اصلا تیراهن نزدم، کل خانهش گچی بود. چی میگی مگه میشه؟ آره به جان تو، برای چی نمیشه؟ آقا یاد من کمرم درد میفت، نمیتونستم تیراهن ببرم بالا. گفتم الهی به امید خودت کل خانه رو با کاغل و گچ ساختم. طرف شما خوش میگذره ها، کاش زودتر اینا میامدیم خانه آقا کیوان. آره والله خیلی خوش. حالا کجاش دیدین؟ بذار بریم اوور یه چیزی نشان دادن بدم که کف بکنیم. حالا واقعا تیران براش نزده بودی؟ نه به جون تو. باشه باشه بریم با برمایی. بیای بیای. واا خشنگه. کلکسیون گاز پکنیکی داری؟ عاشق شعله‌هاشم، به خصوص وقتی که آبی میسوزن انگار یه چیزی در درونم فرو میریزه. خیلی قشنگه. نگاهی شوه نگاهی بادن ایسی نقلیه. یواش یواش. اون سبزگاه برای چی قر شده؟ این فریده یه بار کوبید تو سرم. سی این لولمشکی هم پیکنیکی هم؟ آره آقا دست نزن، این مال زمان هیتلره. برین عقب آقا دست نزنی. در اون زمان بیشتر برای تهیه خوراک ازش استفاده میشد. مگه الان استفاده دیگه ازش میشه؟ نه، به مرور زمان با پیشرفت تکنولوژی بشر به این نتیجه رسید که توانایی های گاز پیکنیکی فقط برای تهیه غذا نیست. در شوی کدوم طرفه؟ در دهه 60 میلادی یه شخص پاکستانی به نام سلمان خان در استفاده از گاز پیکنیکی دست به نوآوری زد. سلمان خان که یه قهوه‌چی ریزندان بود، با دیدن شعله‌های سرگردان گاز پیکنیکی با خودش فکر کرد، اندیشید که چرا فقط برای تهیه غذا. در باز نمیشه. محکم بکش سمت خودت باز میشه. که چرا فقط برای تهیه غذا. در واقع سلمان خان یه جرقه به ذهنش رسید. محکم کشیدم باز نمیشه. آقا محکمتر بکش باز میشه. محکم کشیدم باز نمیشه دیگه. بابا. ای بابا اگه گذاشتن دو کلمه علمی حرف بزنی. آمده میرم چه میگی؟ سبت منم بیا. چه موقعی سلمان؟ تو میگی داره دستشویی گیر کرده. این در باز نمیشه برم دستشویی. بیایی بر کارت نیست خودم بازش میکنم. چه شد؟ سم کنی در بازش برم بلن. چه شد؟ آقای در جا خورده. خب تکان نمخوره. یعنی چه؟ من تیران زبدری ننداختم که با یه پس از در خودم بسته بشه. بیایی بر بینم. سر کن سر کن خودم هم کمکت بکنم. یک دو یا پناه بی پناه سقف خونه اومده پایین. مهندس تو گفتی زردری زدم توپم تکانش نمیده و این چیزه. آقا من شهامت عذرخواهی دارم، این شکست متعلق به بنده است، خودم هم میپذیرمش. حالا میگی چه بکنیم؟ آقا من برمیکردم همون کم، این چپ به نصیبی بنده انقدی به بخار یکسان بشه. آقا دست مودر نزن، شاسی خانه جا خورده، دست به هر جاش میذاری، فشار به هر جاش بیاری، سقف بده میخوانم. طلایه خانه کجاست؟ بابا مسلسه طلایه گرد چه گفتیه؟ یه جایی که پناه بگیریم و نمیریم. نه دار آقا نگردی، کمرم درد میکرد مسلسه طلایه براش نذاشتم. ببین اون گوشه نیست. چیه بودی؟ اون هست این هست خودشه ای بری کلا دست ده نکنه به بگن این هم فری برگن مبادله کلا به کلا که میگن اینه این چی کار قشنیه؟ اتفاقا خیلی چیز مزخرفیه. چرا؟
من باتری نوع اتمیو بدم جاش نوشابه بگیریم بدیم گاو بخوره. خب عزیزم من اولش گفتم قابلی نداره، پول ندارید بردارید برید. اون آقا گفت ما که گدا نیستیم، باتری ماشینتم که خرابه با ما. ولی باز این کارا چیه میکنی؟ مگه نگفتی باتری قدیمی عقب ماشینه؟ بده بازی ها چیه در میادی؟ بابا اگه اون باتری سالم بود من دیوونه بودم پول بدم باتری نو بگیرم قسطی ماهی 45 تومن. این باتری قسطیه؟ بله. آقا من این باتری ها نمیخوام، بچه مردم بدبختی تهیش کرده نمیخوام. بابا آقا بذار سر جش بر بگم شما اصلا دیگه نبر. این آقا این رفیق من از ماشین زیر پشتن نخونگیره توی جیبش همش قسطیه، اصلا نسیه بگیر خفنیه ایشن. نه بابا برو با دل خوش ازش استفاده بکن، این بچه آمده برای کمک به نهادهای مردمی. این اینجوری نبین لکلوچه جاویزانه دلش دریاز. ببین ابلگن آقا فقط زحمت کشید تنه، مثلا من تولد امشب یه چیزی مثل کیک کیک هم دارم بزن برد کوچیک باشه شبیه کیک باشه یه چیزی. آقا این هست، این هم یه دانه کیک اشانتیون برای همشهریای گلم. آقا اشانتیون چرا؟ رخصت بدیم من برم موتور ماشین پیاده کنم بیارم تقدیم آقا کنم. چیکار داری میکنی؟ آقا اون چاقوشه بگی بیا. آقا چیکار داری میکنی؟ میخوام زبش بکنم. من نگفتم برای مسئولینه. بل کن بزغاله را، این برای مسئولینه رده بالا هست نه شما. سیرشو نبینی الان هرچی پول در میاری خرج دوا درمانت بکنی. حالا دیگه من مسئول نیستم، من رده بالا نیستم چون مادر نداره. نه ادم باش اون قرصتو نکن یه ذره حالت باید ادم دست شما درد نکنه. خیلی ممنون، انشالله به امید دیده. اوف آقا اون بخاریه، اون فروشیه؟ اون بخاریه خراب شده، یکی هست آهن قرازه میخره، گذاشتمش برای اون. اگر هم وزنش آهن دارین بدین ببرین مال شما. بریم آقا دیگه بریم. اصلا فکرشم نکنید آقا. عرم بهش ببگه. زود باش اوزا خیلی خرابه. نمیخواستم باز نکن، همین یه دانه کافیه. نگران نباشی من ایمینیش تضمین میکنم. چه تضمینی آقا؟ نهایتش اینه که میفتیم میمیریم بعد میگی مسئولیت این شکست با من. آره کیوان میخوای من برم پایین؟ نه آقا من خودم میرم. زود باش کیوان، صفقه دارم یا پایین. بایستین بایستین میرم تو حیاط یا در اپوش براتون باز میکنم یا تو انباری کلنگ برمیدارم در میشکنم. فقط شما حواستون باشه من نیفتم پایینا. ببین محکم نگرش دارینا، نگاه به این هیکل نکنین همش باده. حواستون باشه. یک دو سه الله فعلا بچه ها قربانه برو به خودت باش. برو یا ماشه ماشه برو شو کن. آرام آرام برو پایین. حواستم هست. آرام بفرست پایین. بفرست حواست من هست. بده بیاد محکم بده بیاد. پاتا بگیر دیوار، پاتا بگیر دیوار. آها بفرست پایین. محکم بگیر بفرست پایین. بفرست پایین بفرست پایین بفرست پایین بفرست پایین. شوک زنده است. ضربه مغزی نشده باشه. اگه کسی مسئولیتش رو قبول نمیکنه من آمادگیش دارم. هم از زمین آسمان به من نشان رفته است. نشان من چه بی نشان از این زمان رفته است. به دست تو راهی شده به پای خود آمده تا ساحل آرامش دل را به دریا زده. تو چون رود سپیدی که به دریا میرسم از تو بزرگی مثل الون چشمی ساده شد در تو. تو مثل بی ستون هستی، تو حتما قصر شیرینی، تو انقدر عشق داری که منو فرهاد میبینی. هی 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 هی
شو شم شالک چو هم هرچی دوز گردیم شو دسمالک چو در واکن تا کپو هم مزگانی سیر باری بان بگرن سر چو پیوارانی نمواری تا قصان زانی هر او تاکو سری برزن نه لافاوی جوانی بویدهی نه حال کنگی لزه و لرزه توینه نخش قی سروان چه ترنگی آو سیروانی توینه شرم دا پیری تو حال پرکی دزیرانی تو چون رو دست پیدی که به دریا میرسم از تو مزارگی مثل الون چشمی ساده شد در تو تو مثل بی ستون هستی تو حتما قصر شیرینی تو اینقدر عشق داری که منو فرهاد می‌بینی خم هر چی زور گردیم شو شم شالیک چو خم هر چی دوز گردیم شو دسمالیک چو در واکن تا کپو همزگانی سیر باری بان بگرن سر چو پیوارانی ننه مواری